من میخوام دعوت بکنم از یک شاکر نژاد دیگه، حمید شاکر نژاد رو تشکر کنم. حمید ما حمید شاکر نژاد عزیز، سلام علیکم. به به ماشاءالله. این دو چهره حقاً ستارگان آسمان تلاوت ایرانند و هر دو درجه یک. مهم اینه که ببینم که کی به اون یکی چی غلبه داره. یه پدری هم دارن که این پدرشون هم استاد شاکر نژاد. بله پدرشون هم دیدم، خدا ان شاء الله حفظ کنه. به افتخار پدرمون. بله به افتخار مادرمون. افتخار مادر بزرگوارشون. حامد جان چند تا، حامد جان شما بگو، حامد رو که هستیم خدمتش. خدمت شما عرض کنم که ما دو برادر و دو خواهر هستیم. دو برادر و دو خواهر. خواهرها هم توی عرصه قرآن هستن. خدمت شما عرض کنم استعداد ذاتی رو داشتن. کی بزرگتره بین شما دوتا؟ من حدود 2 سال از حامد آقا بزرگترم. کی زودتر شروع کرد تلاوت رو؟ تلاوت قرآن رو هم که ما آغاز کردیم، واقعیت فضا اینطوری شروع شد که هاش حامد کلن شر بود، نمیتونستی کنترلش کنی. همین جان شر بود، همین جان یه لحظه آره. شر بود خیلی حرف دارم، خیلی شیرینه این قابه، خیلی جذاب. شاید شما مردم کمتر دیدین واقعا اونجوری نشستی. خب منم اینجوری میشینم. داستان اینطور بود که ما با هم شروع کردیم تلاوت قرآن رو، ولی کمتر جلسه ایم رفتیم که حاج حامد اصلا فضایی بده که من بخونم. آخه و بسیار مشتاق بود و البته یکی از رموز موفقیت که خود استاد ابوالقاسمی هم من بارها توی صحبتهایی که انجام میدن تو بحثای آموزشی شنیدم اینه که بالاخره توی تلاوت باید یه جایی برسی که جسارت هم به خرج بدی. حاج حامدی جسارت خیلی داشت، یعنی دیگه از اعتماد به نفس اوایل واقعا برای ما استرسا بود، چون هنوز تازه یاد گرفته بود که قرآن خوندن چجوریه. ولی میومد تو جلسه به همون لهجه مشهدی ما مخوام بخانم. حالا جمعیت سنگین، خب اون زمان مسجد کرامت بود که خیلی جمعیت میومد، واقعا شاید در حد 1000 نفر تو بعضی شبا، شاید هم بیشتر. ولی خب اصلا کاملا با جدیت کامل میرفت جلوی جلسه میشست و ادعای خوندن داشت. هنوز یک سوره هم کامل مثلا تقلید صرف مثلا شاید بلد نبود. خب اینش خیلی عجیب بود هاش حامد، و عملا فرصت خوندن از من گرفته بود دیگه. تا کی؟ و این تقریبا شاید اوایل، چون فاصله سنی ما خیلی هم نیست دیگه، حدود 2 سال بود. اول یکم من ناراحت میشدم که کمش حامد میره میخونه، به به و چهچه مردم هم خب بهتر به سمت حامد شده بود. ولی کم کم من با این قضیه کنار اومدم. خدا وکیلیش من ابتدا متوجه نبودم، ولی بعدها که گذشت که حالا یک فهمی بالاخره بیشتری بود، با خودم گفتم من تو سنین یه سر مسابقات بین المللی رفتم، اول شدم. خب مردم اختلاف سنی که نداشتیم، میتونست حسادت اتفاق بیفته، میتونست ناراحتی به وجود بیاد، هر چیزی از این رنگ. بعد با خودم گفتم چجوری حاج حمید تحمل میکرده این همه حامد 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 گفتن ها رو. واقعا من شاید اگه جای ایشون بودم برام خیلی سخت بود. دل بزرگی ایشون دارم. آره ممنون، متشکرم. همین جاست که میگه اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. حالا شما اون موقعی که حواست به این چیزا نبوده، ولی واقعا خیلی وقتا باید دور رو از دیگران نگرفت، آدم دور بده به بقیه، خدا بهش جا میده. ای والا بهش جا باده. ای والا ای والا ای والا. ولی بعدش خدا وکیلی با هم خیلی نشستیم، یعنی ما اون سال مسابقات جهانی عربستان بود که اول شدم، بعد دائم با هم تمرین میکردیم. یاد آشان؟ بله تمرین بود. مثلا غیر از اون من خودم یه ادامه یه قضیه اینطوری شده بود که نه تنها ناراحت نبودم، یه جوری شده بود که موفقیت حامد شده بود هم مغم من. آخه که این خوب بخونه ای بره بالا. آخه
دوستش داشتم، شرش دوست داشتم، یعنی جسور بود بخوندم. البته خب حالا کنار اینا دیگه درد سرایی هم داشت دیگه، تو بازی ها تو کوچه و اینا شیشه میشکست یا بالاخره دست گلی آمیداد حامد. آره راست میگفت کار حمیده، باز من بعد برفتم جا عجب آدم میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم سبحانه. نعم نعم نعم. ما كان لهم الخيرة. أحسنت. الله الله. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله الله. يعفي. الله الله. نعم. الله الله الله. ما شاء الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. جميل 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 جميل. الله الله الله. سبحان الله. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله ايوه كده. ايوه كده. ايوه كده. هات هات كده. هات. وربك يعلم ما تكن وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله. سلام. سلم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. الله أحسنت. الله الله. وله
الله سبحان الله نعم 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 جميل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة يا سلام اي نعم يا سلام يا سلام سلم هلا ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانظر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله لا سلم فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أيوة كده الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
يا يا حلاوتك يا حلاوتك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. صدق الله. الله 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 سلام عليكم. خب حاج آقای شاکر نجات خیلی خوش اومدید. بفرمایید وسط این دو تا دسته گل بشینید. بفرمایید. اهلا اهلا يا حاج اهلا. يا مرحبا يا مرحبا. يا مرحبا. بفرمایید بفرمایید. ما شاء الله. احسن خوش اومدید. همه تلاش کردیم که قصه تا لحظه آخر لو نره. احسن آقا خیلی خوش آمدید. خیلی حاج آقا خیلی خوش آمدید. یه سلام علیکی شما بفرمایید با ما و مردم. صدا هست بابا صدا هست. میکروفون داری؟ سلام علیکم. علیکم السلام. از اتالی. سلامت باشین. عوامل این برنامه، بازار محترم، علل خصوص اساتید قرآن در سراسر کشور بلکه در دنیا. حسن. دست بوس همه شون هستیم. زنده باشید. از باشن زمان کوچیکی هم حمید آقا خیلی مأخوذ به حیا بودن. حامد آقا یک مقداری گستاخ و ای بلا حاج آقا ای بلا حاج آقا رو تشکیف کنید. انتقام حمید آقا دارم میگیرم. توضیح نمیخواد هر زمانی که وارد جلسه میشدیم قرار بود بیایم خدمت مثلا استاد ابوالقاسمی بشینیم برای استماع. حامد چی میگفت؟ برمیگشتیم میدیدیم که حمید نیست. حمید کجایه؟ برمیگشتیم هی بگرد خلاصه بعد معلوم شد پشت یک مبلی پشت یک سری یک بزرگواری نشسته که ما نبینیمش. خب طبیعی بود که ما باید یک نفر در اون محفل تلاوت، اگر حداقل یک نفر قرار بود تلاوت بکنه اون یک نفر، خب پیشنهاد میدادم بلافاصله هم دقا برم شد مرفت مخان. بله حمید آقا رو ما پیداش نمی کردیم. خب کمتر می آمدن جلو وگرنه تجربه بیشتری داشتن. خب دو سال حمید آقا بزرگتر از حمید آقا. مخلصی هم حامد هم حمید جان دست بندازن گردن آج آقا و قاب ما کامل بشه. انشالله که سالیان سال زنده باشین، سلامت باشین، پاینده باشین. به افتخار شما. ممنونم ازت.